برجام، بازدید از مراکز نظامی، گرداب نظام. از هنگامی که یوکیامانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کنفرانس خبری خود در حاشیه اجلاس شورای حکام آژانس تصریح کرد که تفاوتی بین سایت‌های نظامی و غیر نظامی وجود ندارد و هرگاه نیازی احساس شود آژانس از مراکز حکومت ایران بازدید خواهد کرد، رژیم آخوندی به لرزه افتاد و کارگزاران وحشت زده آن به جست و خیز افتادند تا به نحوی آن را رفع و رجوع کنند و به صورتی سر نیروهای دلواپس خود را شیره بمالند. از قضا آن جست و خیزها که طیفی از رویکرد کارگزاران دیکتاتوری ولایت فقیه را به این موضوع نشان می‌داد، خود شدت بحران، تشتت و به هم ریختگی در نظام پوسیده ولایت را برجسته می‌کرد. ظریف اظهارات آمانو درباره امکان بازرسی از مراکز نظامی ایران را توجیه و تلویحاً تأکید کرد. بازرسی آژانس از مراکز نظامی ایران به معنای دستیابی به اسرار کشور نیست. اظهار نظر ظریف یعنی عقب نشینی آشکار. این حرکت محمد جواد ظریف یادآور آن حرکت معروف رونالدینیو است که به یک جهت نگاه می‌کرد اما توپ را به جهت مخالف می‌فرستاد. روزنامه حکومتی وطن امروز 23 شهریور 96. بعد نوبت به یک کاشف نابغه نظام ولایتی رسید. او از کشف یک اختراع در مدیر کل آژانس خبر داد. علی اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل، درباره اظهارات روز گذشته آمانو مبنی بر اینکه آژانس در صورت نیاز می‌تواند به سایت‌های نظامی ایران دسترسی داشته باشد و تفاوتی بین سایت‌های نظامی و غیر نظامی وجود ندارد، اظهار داشت ادعای چنین حقی اختراع آقای آمانو است. تسنیم 21 شهریور 96. پس از او دبیر شورای امنیت ملی رژیم پاسدار علی شمخانی وارد شد که با یک پارس خوابیده گفت موضوع دسترسی به اماکن نظامی پرونده‌ای ملغا شده است. در مراکز نظامی تحقیقات در خصوص سلاح‌های متعارف به ویژه در حوزه موشکی در جریان است و رفتار دولت آمریکا در قبال اجرای تعهدات خود در برجام با پاسخ مناسب ایران همراه خواهد بود. پاسدار علی شمخانی، تلویزیون رژیم، شبکه خبر، 24 شهریور 96. و سرانجام امام جمعه نمره موقت نظام آخوند احمد خاتمی هم از راه رسید و با عربده کشی در نمایش جمعه از فضولی اجانب در ناموس آخوندها سخن گفت و در حالی که با دجالیت اسرار مراکز نظامی را ناموس ملت توصیف می کرد، ترس و وحشت خود را اینطور برملا کرد. آمانو دبیر کل آژانس گفته است در بازرسی تفاوتی بین سایت‌های نظامی و غیر نظامی نیست. حرف این است، نه در پروتکل الحاقی، نه در برجام اجازه اطلاع یافتن بر اسرار کشور به اجانب داده نشده. این اولا. ثانیاً مراکز نظامی اسرار یک ملت است. ناموس یک ملت بخوانید آخوندهاست. نه مسئولان نه مردم ما اجازه فضولی به اجانب در این عرصه نخواهند داد. باشگاه خبرنگاران جوان 24 شهریور 96.